بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ارج سلام دانم و ادب احترام خدمت هميشه شما خوبان و الله روز پاس از اینکه یک بار شد تا در قسمت دیگری از برنامه مثال های قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم الله متعال در قرآن کریم برای ما مثال ها زده مثال هایی که در خلال اون ما باید معانی و مفاهیم مهمی رو دریافت بکنیم یکی از این مثال ها درباره خود قرآن کریم الله متعال درباره قرآن کریم برای ما یک مثال میزنه مثال میزنه تا عظمت این کتاب رو تا بزرگی این کتاب رو تا تأثیر این کتاب رو بر مخلوقات بر موجودات به ما بفهمانه الله مطال در خلال این مثال مثالی که درباره قرآن کریم زده شده میخواد به ما بفهمونه که این کتاب اگر حقش رو شما بفهمید اگر خوب درکش بکنید خیلی عظیمه و خیلی بزرگه این مثال در سوری مبارکه هشت اومده در آیات پایانی در آیه 21 از سوری مبارکه هشت الله مطال برای ما یک مثال زد مثالی که در این آیه الله مطال برای ما مطرح میکنه اینگونه شروع میشه وعندما أخبرنا بذلك أخبرنا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يجب أن ترجمه این آیه را نگاه بیاندازیم و بریم سراغ معنا و مفهوم عظیمش الله مطال می فهمت. اگر من الله با عظمت نازل می کردم این کتاب رو لو انزلنا هذا القرآن على جبل بر روی کوهی یک کوهی بزرگ عظیم کوهی که سنگه کوهی که خیلی سخته ما یک چیزی وقتی میخوایم به سختی تشبیهش کنیم میگه مثل سنگ میمونه مجموعی سنگ ها میلیون ها تن سنگ میشه کوه علیه مطال میفرماد اگر من این قرآن رو بر کوهی نازل میکردم لرا ایتهو. اون موقع میدیدی این کوه رو خواهشی ان کرنش کنان توازو کنان رکوب کننده خواهشی ان متصد دعا از هم پاشیده منفجر میشد از هم میپاشید خاشیان متصدعه اگر این قرآن من الله با عظمت نازل میکردم بر کوه اون کوه نمیتونست تحمل کنه این سنگ سخت و سفت نمیتونست تحمل بکنه این سنگی که اصلا نماد سختی و سفتیه از خشیت الله متعال از ترس الله متعال منفجر میشه لرعیته خاشیان متصدعا میدیدی که کرنش کنان از هم میپاشید فرو میریخت چرا؟ من خشیت الله از خشیت و ترس الله متعال و ترک الامثال نظری للناس نزد لعلهم یتفکر و این مثال رو من الله با عظمت مثالی زدم برای مردم تا باش کنها ها تفکر کنند الله مطال در این مثال چی میخواد ما بکنه؟ الله مطال در پایان فرمود لعلهم یه تفکرون این مثال رو زدم تا تفکر کنند الله مطال از ما میخواد در این باره تفکر کنیم الله مطال میفهمد اگر من این قرآن رو میفرستادم بر کوهی میلیون ها تون سنگ از خشیت الله متعال از ترس الله متعال از تواضع و فروتنی در برابر الله متعال نه تنها میلرزید نه منفجر میشد این سنگ ها از هم می پاشید. در ادامه میفهمد که من این مثال رو زدم تا این مردم تفکر کنند الله متعال چی میخواد به ما بگه در این مثال وقتی که به کوه اشاره میشه و سنگ قرآن بر کوه نازل بشه متاثر میشه دلهایی هستند وقتی قرآن خونده میشه متاثر نمیشه یعنی اینکه بعضی از دلها از سنگ هم سخترن بعضی از قلبا از کوه هم سخترن که از قرآن متاثر نمیشن یعنی اینکه اگه قرآن خونده شد اگر آیه قرآن پیشت خوندند و قلبت متاثر نشد شک کن به خودت قلب نیست اینی که در دلته این تکه گوشتی که در قفسه سینه ای تو قرار گرفته به اسم قلب به اسم دل این خیلی وقت مرده سنگ شده بلکه سخت تر از سنگه چون اگه سنگم می بود باید متاثر بشه چون اگه سنگم می بود الله متعال قرآن رو بر کوه هم نازل میکرد کوه منفجر می شد تاب توان نداشت تحمل نمیکرد اما چی شده تو رو چرا وقتی قرآن خونده میشه متأثر نمیشه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان اون کسانی هستن که وقتی قرآن خونده میشه وجلت قلوبهم دلشون لرزان میشه میلرزه از ترس الله متعال از این معانی از این مفاهیم از خشیت الله تعالی چرا در این اتفاق براش نمیفته در سوره انفال آیه دوم ان المؤمنون مؤمنون اذا ذكر الله وجرت قلوبهم و اذا تليت عليهم اياته زهدتهم ایمانا و وقتی که آیات الله متعال بر اونها خونده میشه ایمانشون افزایش پیدا میکنه چرا قلب تو اینطوری نیست چرا تو قلبت این گونه است که وقتی آیه قرآن خونده میشه تاثیر نمیکنه در حالی که قرآن اگر بر کوه میافتاد بر کوه خوانده بشه بر این کوه اگه نازل میشد میترکید منفجر میشد بعضی قلبه سخت شده خیلی از ماها قلبمون اینطوریه وقتی که ذکر خدا میشه این وجلت نمیشه یه در الله وجلت و درک نکردیم وقتی آیه قرآن خونده میشه وقتی که میخوایم قرآن گوش بکنیم اصلا شاید حوصله قرآن گوش کردن نداشته باشیم وقتی قرآن هم گوش میکنیم تاثیر نمیذاره رو ما. چرا؟ این قلب سخت شده ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك دلاتون سخت شده فهی کل او اشد قسوه مثل سنگ شده بلکه بدتر از سنگ شده و این من الحجارتی لما يتفجر من الانهار کوها سنگ هایی هستن که از بین اونها نهرها جاریست و این منها لما يشقق فيخرج منه الماء از همین سنگ ها از همین کوها هستن سنگایی که شکافته شدن چشمه از اون داره میاد بیرون آب داره میاد از اون مایه حیات داره از اون میاد بیرون و ان منها لما يحبط من خشیت الله از همین کوها سنگایی هستن که از ترس الله مطال فرو میریزن میفتن 74 سوره بقره الله مطال از قلب های صحبت میکنه که سنگ شدن قلبی که قرآن خونده میشه قلبی که حاضر قرآن گوش کنه قلبی که وقتی صحبت قرآن میاد خاموشش کن مگه ازاداریه مگه کسی مرده این قلب خودش مرده است بله کسی مرده و اون قلب توه اون قلبی که فکر میکنه وقتی قرآن خونده میشه باید حتما سر مرده خونده بشه و میگه مگر کسی مرده که بعد قرآن پخش میکنیم بله قلب شما مرده برای قلب شما داریم قرآن پخش میکنیم قلبی که باید با تلاوت قرآن دوباره احیا بشه قلب هایی که مردن اگه قلب من و تو با تلاوت قرآن با تفکر در قرآن الله مطال بعدش میفهمد لعلهم یتفکرون فکر بکنن اگه تفکر در قرآن اگه تدبر در قرآن نداشته باشیم قلبمون میمیره میره اگه با قرآن ارتباط نداشته باشیم قلبمون سخت میشه به اندازه دوری از قرآن قلبمون سنگ میشه به اندازه ارتباط و روی آوردن با قرآن قلبمون نرم میشه دوباره شکوفا میشه دوباره میشکوفه دوباره رشد میکنه زنده میشه حیات پیدا میکنه الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق آیا وقت اون نرسیده که آیا وقت اون نرسیده که الم یعنی للذین آمنو، ای مؤمنان ای بچه مسلمون ای کسی که به این قرآن ایمان آوردی ای کسی که قرآن رو میدونم که دوست داری این, این یقینا هر انسان مسلمان این قلب رو دوست داره هر انسان مسلمانی این دوای قلب رو این اصل رو این شفای روح رو دوست داره هر انسان مسلمانی قرآن رو دوست داره الله متعال میفهمد علم یعنی للذین امنو اینجا خطاب مؤمنین خطاب غیر مؤمنین نیستن این آیه در وهله اول ما مسلمان ها رو داره خطاب قرار میده آیا زمان زمان اون نرسیده برای توی بچه مسلمان توی مؤمن توی دوستار قرآن انتخش اقلو قلوبهم هم لذکر الله که این قلبت خوشو پیدا بکنه نرم بشه با ذکر الله تعالی و اون چیزی که الله متعال نازل کرده علم یعنی للذین امنوا انتخش اقلو قلوبهم هم لذکر الله و ما نزل من الحق آیا وقتش نرسیده تا کی باید این قلب اینطوری باشه که دور باشه از قرآن که تاثیر نکنه در اون قرآن ولا یکونو که الذین اوتو الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم مثل اون کسایی نباشید که قبل از شما کتاب بر اونها نازل شد تورات و انجیل قبل از شما و اونها فطال عليهم الامد فاصله طولانی شد با بین اونها و کتابشون نتیجهش چی شد؟ فقصت قلوبهم قلباشون سنگ شد سخت شد قاسی شد قصاوت پیدا کرد این قلبی که باید نرم می بود با ذکر الله مطال باید می وقتی آیه قرآن اضافه می شد وقتی آیه قرآن یاد می گرفت وقتی آیه قرآنی گوش می کرد این باید ایمانش رشد می کرد اما چون از کتاب الله فاصله گرفته بود هرچی بیشتر فاصله بیشتر شد دل سختتر شد راهش چیه؟ چیکار باید کرد؟ راهل چیه؟ راهل در خود همین آیه است آیه 16 سوری مبارکه حدید سوری مبارکه حدید الله متعال برای ما از قصابت قلب صحبت کرد از این که باید برگردیم از این که ما باید برگردیم به سوی الله متعال صحبت قلب سبب میشه که انسان قرآن کریم براش خونده میشه اما اثر نمیکنه من شما باید بشینیم فکر کنیم آیا قلب من شما از جمله این قلب که سنگ شده که خیلی وقت مرده یا نه هنوز زنده است راه شناختش کجاست قرآن گوش کن راه شناختش کجاست؟ برو سراغ قرآن. ببین وقتی قرآن خونده میشه دلت می یا نه؟ اگه لرزید خوشحال باش. اگه نلرزید چی؟ من اگر قرآن گوش میکنم دلم نمیلرزه من اگر قرآن گوش میکنم متأثر نمیشم مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست. مشکل تو قلبمه. مشکل تو دلمه. سنگ شده، سخت شده. راه چیه چیکار باید کرد؟ چیکار باید کرد با قلبی که سنگتر از صخره های کوه که اگر قرآن بر اونها نازل میشد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله اگر این قرآن بر کوه نازل میشد می دیدی که کرنش کنان فرو می ریخت از ترس الله تعالی اما بر این قلب من نوعی وقتی خونده میشه وقتی تلاوت میشه این قلب منی که سنگ شده از سخر سختره اثر نمیکنه چیکار باید بکنم روحلش چیه روحلش خود قرآنه روحلش بازگشت به قرآنه راحلش تدبر قرآنه تلاوت قرآن الم یعن للذین امنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق آیا وقت اون نرسیده برای توی بچه مسلمون توی مؤمن که دلت خاشع بشه برای ذکر الله و آنچه که از قرآن نازل شده دل خاشع میشه با چی؟ با ذکر الله با قرآن با تدبر با تفکر لو انزلنا هذا القرآن حال جبلین اگر من الله با من این قرآن رو بر کوهی نازل میکردم میدیدی که اون کوه متأثر میشه از ترس الله متعال و کرنش کنان از هم می پاشید منفجر می شد و تلک الامثال و نظری به حل من الله بازمد این مثال رو زدم برای مردم لعلهم هم یتفکرون تا تفکر بکنن برای مردم نه فقط برای مؤمنین برای همه مردم برای همه مردم این کتاب هر کسی که از قرآن متأثر نمیشه قرآنی که شفاست برای قلب یا ایوه الناس قد جاءتکم کم من ربکم و شفاء لما فی الصدور. شفاء لما فی صدور در آیه پنج و هشت سوری یونوس الله مطال در آیه پنج و هفت میفرماید که ای انسان ها الله متعال برای شما از طرف خودش کتابی فرستاد ای فرستاد از الله موتور برای شما یک مویزه ای آمده که این موعظه چیه شفاء داخل سینه هاست شفاء این قلب است. این قلبی که سخت شده شفاش خود قرآنه و تلك الامثال نضربها للناس الله متعال میفهمند من این مثال رو برای همه مردم میزنم هر کی که درش سخته میخواد رقیق بشه قرآن بخونه لعلهم يتفكرون تفکر کنه در قرآن بیاد و بنشینه ادامه آیه آیه 21 سوره مالکه 8 کلمه مثال مثال میزنه عظمت قرآن رو جایگاه قرآن رو و تعامل ما و قلب ما با قرآن رو در ادامه آیات جالبی است آیاتی است که در کل قرآن کریم شاید انقدر چند آیه پشت سر هم در سه آیه که میاد اینقدر از اسما و صفات الله متعال ذکر نشده باشه با هم یک جا که اینجا زک میشه هو الله الذي لا اله الا هو عالم و هو الرحمن الرحیم تا ادامه پیدا میکنه آیات الله متعال بعد از این که برای ما مثال میزنه که بعضی قلب ها سنگ شدن و سخت شدن و سفت شدن و مثال میزنه که درباره این مثالی که من زدم تفکر کنید یعنی یک فکری به حال این قلب هاتون بکنید و راحل پیدا کنید درباره صفات خودش صحبت میکن صفاتش رو برای ما به تصویر میکشه این یعنی چی؟ این یعنی اینکه یکی از مهمترین راههای حل مشکل سنگ شدن دل سخت شدن دل قصاوت دل اینه که ما بیاییم و چیکار بکنیم و درباره الله متعال و اسما و صفات الله متعال تفکر کنیم الله مطال رو خوب بشناسیم درباره شناخت الله مطال تفکر کنیم درباره اسماء و صفات الله متعال این تفکر سبب میشه شناخت الله متعال سبب میشه که اون موقع قلب ما نرم میشه قلب ما هدایت پیدا میکنه قلب ما برمیگرده برمیگرده به کجا برمیگرده به اصلش برمیگرده و اون موقع دیگه قرآن برش اثر میکنه قرآن به ما الله متعال رو معرفی میکنه میشناسونه و شناخت الله متعال قرب ما رو نرم میکنه ما با شناخت الله متعال تفکر درباره اسما و صفات الله متعال ما میتونیم که الله متعال رو بهتر بشناسیم وقتی الله رو شناختیم اون موقع کلامش در ما اثر میکنه اون موقع مثل سنگ نمیشه دلامون سخت نمیشه دل ما اون دل ما نرم میشه اون موقع قدر این قرآن رو میفهمیم اون موقع از اون گروهی میشیم که الله متعال اونها رو اینطور توصیف کرد که ذکر الله وجلت قلوبهم وقتی ذکر الله متعال خونده میشه وقتی نام الله متعال گرفته میشه وقتی آیات و قرآن کریم بر اونها خونده میشه اذا ذکر الله وجلت قلوبهم دلهاشون به لرزش میفته و نرم میشه و اذا تولیت عليهم آیاته و وقتی که بر اونها تلاوت میشه آیات قرآن کریم زدت هم ایمان ایمان هنا افزایش پیدا میکنه و ایمان اونها بیشتر و بیشتر میشه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر این کتاب این قرآن رو من الله عظمت بر کوه نازل میکردم میدیدی که سخره ها این سنگ ها این کوه کرنش کنان از هم میپاشید پاشید و تلک الامثال نضربها بو حال و این مثال رو من الله با عظمت برای مردم لعلهم هم یتفکرون تا تفکر بکنن تا بیاندیشن تا فکر بکنن که آیا این قلبشون آیا این دلشون همچنان زنده است یا نه می که من و شما به جد و خیلی جدی این موضوع رو بررسی کنیم کای قلب من مرده است یا زنده است راه حلش کجاست راه شناخت اینه که اگر آیه قرآن خوانده شد و بر قلب من اثر کرد الحمدلله اگر دل من قلب من با قرآن رابطهش خوب نیست دوست نداره تلاوت کنه تلاوت میشه اثر نمیگذاره روش زیاد اهل قرآن نیست باید برگشت باید برگشت به سمت قرآن ما با قرآن خودمون را احیا میکنیم هرچقدر ارتباطمون با قرآن بیشتر بشه قلبمون پاکتر میشه نرمتر میشه زیباتر میشه و قلب هرچه زیباتر بشه التاف الله متعال رحمت الله متعال نعمت های الله مطال ها برای ما بیشتر سرازیر میشه و این قلب آرامش و اطمینان بیشتری پیدا میکنه و تنها راه حلش تلاوت قرآن است رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که دلها زنگ میزنن همونطور که آهن زنگ میزنه پرسیده شد یا رسول الله زد زنگش چیه؟ چیکار کنیم دوباره سیقل بدیم این دل رو فرمود تلاوت قرآن و به یاد آوردن مرگ هر دوی اینها ما رو میرسونه به اون درجه ای که وقتی آیت قرآن خونده شد متاثر بشه از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردی تشکر میکنم امیدوارم که الله متعال ما و شما و همه امت اسلامی رو از جمله اون کسانی نگرداند که وقتی آیه قرآن خونده میشه تلشون متاثر نمیشه و انشاءالله که از جمله اون گروهی باشیم که از آیات کلام الله مجید درس بگیریم بر وجود ما اثر بگذاره و پیرو قرآن کریم باشیم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردی تشکر میکنم و تا برنامه بعد همیشه ما عزیزان رو به الله تار میسپارم الله یارو نگه كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل نور ويوم عادت نفسي وروحي لي عادت ايامي واحلامي اليك